روشن رو داشتن یک نام آشنا. الو سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت. قربان شما. دوست محمد هستم. تو خوبی؟ خوب هستین. سلامت. من همینجا توی پارکم. آدرسشو برات فرستاده بودم. باشه. شما لوکیشن دارم الان میام. اوکی باشه. باشه. خداحافظ. خداحافظ. سلام. حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ سلامت. بفرمایید. مرسی. خوب شما سلامت باشید. فرید هستم. دوست محمد. منم رویا هستم. خوشحالم از اینکه با شما آشنا شدم. قربان شما. همچنین سلامت باشید. واقعا خیلی خوشگلی. خیلی ممنون. چشماتون خوشگل می‌بینه. محمد تعریفتون رو کرد. واقعا بهترم هستی. خوشحالم از اینکه محمد دوست خوبی مثل شما داره. سلامت باشید. خوبی از خود محمده و از شما. خیلی ممنونم. مرسی. الان که شما رو دیدم واقعا ازتون خیلی خیلی خوشم اومده و اگه افتخار بدید یعنی قرار دیگه بگذاریم. راستشه من خیلی درس میخونم، من خیلی مصروفم. به خاطر این فکر نمیکنم وقت داشته باشم که دفعه بعد هم دیگر رو ببینیم. چرا ایته؟ البته از ما خوشتون نمون. نه تو بچه خوبی، ولی من خاطر که درس میخونم باید برای امتحانا خود آماده کنم. تعطیلی چیزی داشتی؟ دیگه ببینم یه جوری برنامه ریزی میکنم که وقت داشته باشم. پس بخیر دک بریم فعلا. وقت شوه ای هنوز درکایو نی آخه ای به کجایه؟ در خود تو باید خبر داشته باشی کجایه. چیکار کنم؟ بچه خوردیه که پای بسته کنم بخونه. زنگم میزنم گوشی خود نمیگیره. میاید کی میاید؟ ده بجی شب شد. سلام. باز لیلی و مجنون تنها کردم. سلام. پیدا شدی؟ بله مادر خواب هستین؟ مانده نباشین پدر جان. سلامت. کجا بودی؟ من بیرو بودم در مکتب. تا بله. تا این وقت شد؟ مادر جان استاد ما امروز خیلی درسش طولانی شد. کل اگه ما مجبور شدیم که یکم بیشتر دارم. زنگ میزدی یک مسیج میکردی که ما نگرانی در میام. مادر جان اینترنتم که هست
بسیار ضعیف شده، از او خاطر نتونستم احوال بتم. خب ساعت چند دار؟ ساعت نگاه کن چند. چی داره پانتونی یک ده بجی شه آخه. میبخشین مادر جان، دفعه دیگه استاد من میگم که اگه ای تو نوخ میشه برم زودتر احوال بتم. زودتر بیا خونه دیگه. چشم. همین. خیابون خوب نیه. بله. ببخشین من فکر نمیکردم که شما تشویش کنید. دلو پس میشین دیگه تو پیر میگه. راست میگین پدر جان، ببخشین من معذرت میخوایم. خواهش میکنم. خب هست این چه خبر هست؟ یک جورای مشکوک میزنی خیریت هست؟ چرا مادر جان؟ دیگه حالت هست، اینو میتونم بفهم؟ نه خیر نه، کدام گفت نه؟ خجالت نکش، بگو نه کدام گفت نه؟ چیز گفت خاص هست که ما خبر نداریم؟ راستش بگو مادر جان، شما محمد هم میشناسه نه؟ نه نه؟ محمد یکی از همسنفی های پانتون ماست، دیروز یک بچه را آورد، نامش فرید است. خدم معرفی شدیم، بسیار یک بچه خوب است. او هم در پانتون درس میخونه. خب. بله. در آمدن دلیل او میشه. نه خیر نه، باور کنین مادر جان، من برای شما هیچ وقت دروغ نمیگم. خب. خودیازی بودی؟ نه خیر، باور کنین که پانتونیم تا نوبخ بود، استاد گفت که کلگی باید بمانین تا آخر وقت. خب. نکنه یک پانتون هم همراهی از او داشته. نه مادر جان نه، باور کنین من برای شما همه چیز از صاف و صادق میگم. خب. بنالیم ببینیم کی هستی محمد. محمد خواه همسنفی پانتون ماست. فرید است که دوستش است، دوست محمد. نام بچه فرید است. او هم در پانتون است، تازه نو درس شروع کرده. بسیار یک بچه خوب معلوم میشه. خب دیدی دیگه بشنختی خلاص شد. نه خیلی مادر جان، اگه شب بخیر میگم که خد خانوادهش بیا آشنا شویم با هم. نه باید ببینیم دیگه، موجه که نمیشه که بس قیافه کسی گل بخوری، زبون باز هم مردم. بله پدر جان. کسی بچه نخوری. راست میگن. باید بیم ببینیم، پسر ببینیم، فامیلی ببینیم. انشالله. باید بیایه خانه. میگم که پدر و مادرش بیارن. تو میگی که بیاین یا باید اونا خود نبیاین. راست میگن مادر جان. من میگمش که خودش امیر در مفکوریش باشه که مادر پدرش خود مادر پدر ما آشنا شود. حتما باید بیاین. چشم پدر جان. برای چشم. تو هم را فعلاً یک کمی استوب کن تا که باز بیایم ما اونا را بشناسیم، تحقیق کنیم. ها دیگه. ها دیگه نمیشه که دیگه. من برای شما خیلی احترام قائل هستم پدر جان، مادر جان. کل دنیا یک طرف، برای ما پدر و مادرم یک طرف است. من هیچ وقت برای شما نه دروغ میگم، نه هم کدام کسا. تو میشناسیم. ما خوبی تو، ما خوشی تو، ما این تو خوشحال بشی. خوب. زندگی تو خوب باشه. خدا کنه. همین که میگی همین باشه. الو خوب هستن؟ همون جایی که برای ما گفته بودین الان همونجا آمدم. ها درسته، در اون آدرس که رایت کردم همونجا هستی؟ بله بله، منتظر شما هستم. بله خدا. خیلی خوب، ما میایم اینا دیگه نزدیک هستم. خدا خب فرید جان. بله بفرما. خوب هستی؟ الحمدلله شما خوب هستی؟ خاله جان خوبه؟ سلامت باشی. زنده باشی. سلامت باشی. و
فرض از این که خواستمت اینجا این بود که بشینیم چند کلمه با هم خصوصی صحبت کنیم. بله. در رابطه با مشکلاتی که با پدر داشتی، با مادر داشتی، دیگه یک کمی هم خبر شدیم که با اجتماع مشکل داشتی. دیگه خدا کنه که این مشکلات حل شود. و ما با پدر صحبت کردیم، با مادرت هم صحبت کردیم. اونا هم یک گفتنی هایی داشتن، به ما گفتن. بله. گویا که میری بیرون یکان کارای اشتباه از سر میزنه. میگن که از او مست میایی. گاهی وقتی هم دود میگیری، دنبال دود و از چیزا هست. درست. احترام شما سر جامعه، احترام شما همیشه داشتم. هم احترام شما را، هم احترام خاله جانه همیشه داشتم. خب شما بگین چیکار کنم وقتی که پدر مادر من نه به فکر من باشن، نه به فکر آینده من باشه. درسته حرف میزنن، میگن که آقا اینجور تو پسرمی، ما دوستت داریم، حرفشان درسته، ولی خب وقتی که عمل نکنن چه فایده ای داره؟ حل میشه، اینا عمل میکنن، اینا هم یک گرفتاری های خودشان دارن، پدر مادر مسئولیت های خودشان دارن. من امراشون صحبت میکنم، میفهم در دبال تو کوتاهی کردن این مشکل حل میشه، ولی از خودت میخوایم که دیگه این کارو نکنی. لطفاً از طرف ما، از طرف یک بزرگتر، یک نصیحت. دنبال بعض مشروبیت الکلی نرو و این دود و بعض چیزایی را که شنیدیم که این دیگه بذار کنار، یک بچه خوب و سالم شد. چشم. درسته نه؟ بله. هرچی شما. چشم. زنده باشه. خوب است که درس خوانده هستی، حرفم زود میگیری. خب چون به شما واقعا احترام خیلی خاص قائل هستم و به خاطر همین شما هر چی بگید نظرم کاملا درست. تشکر، زنده باشی. منم سربلندی ترم میخوایم. سلامت باشی. امیدوار هستم که همیشه همینطور با پدر مادر یک زندگی خوب و همینطور سربلند داشته باشی. تشکر. فقط آقای کریمی یک چیزی، البته چون با شما خیلی راحت هستم، با شما، با خاله، میخوام با شما در میان بگذارم که اگه بشه با پدر مادر مینا صحبت کنید. حتما. چند روز پیش با یه دختر آشنا شدم. بله. چه شما روشن. سلامت باشین. تشکر. واقعا دختر خوبی هسته و فکر میکنم با بودن اون میتونم عوض بشم، چون واقعا از روزی که آمده تو زندگیمه واقعا عوض شدم. یعنی سمت دود، سمت الکل اصلا نمیرم. بسیار خوب. بله. و جرات هم نکردم که به پدر مادر خود در میان بگذارم، صحبت کنم خودشان. دیگه گفتم چه شما، از شما چی بهتر، یه خاله من. دیگه این شد که مجبور شدم برای شما بگم، مگر نمیگفتم، اگه شما نمیگفتیم بیا با هم دیگه صحبت کنه، مطمئن باشین رو من نمیشد که به شما همچی چیزی رو بگم. همین الان هم خجالت زده یا آه، هی جای خوشبختی از سفر جان. یه حرف داری واقعا مرم خوشحال ساختی. سلام. و این موضوع را حتما به گوش پدر مادرت میرسانم. یک جان همون مسئولیت پدری مادری خدا انجام بدن. تشکر. یعنی اگه کنه خواهش میکنم. دست شما بسید.